میخوام یه چند لحظه دعا کنیم بعضی از شما عزیزان یا همتون در کنفرانس بودید و خدا رو شکر برای این جمع مقدسین امروز یه حقیقتی رو از کلام خدا به همدیگه یادآوری میکنیم و برکت میگیریم از کلام او خدا شکر میکنیم برای یه فرصت هایی که تو عطا میکنی تا نزد پاهای تو قرار بگیریم و از دهان تو بشنویم و هدایت روح القدس ما را رهنمایی بکنه و آب حیات بیاد و ما را تازه بکنه تا از ایمان تا به ایمان از جلال تا به جلال و از قوت تا به قوت بخرامیم خدای پدر تو رو شکر میکنیم برای عیسی مسیح برای این رحمت برای این فیض برای این تدارک برای این بره قربانی و برای آنچه که تو به ما هدیه کرده ای در نام پرجلال مسیح آمین آماده اید به فیض خدا بریم با هم دیگه به کتاب لوقا داستانی که بارها شنیدیم از آیه 22 برای شما میخوانم روزی از روزها لوقا باب 8 آیه 22 روزی از روزها ایسای مسی با شاگردان خود به کشتی سوار شده با ایشان به ایشان گفت به سوی آن کناره دیگر دریاچه عبور کنیم پس کشتی را حرکت دادند و چون می رفتن ایسا به خواب عمیقی فرو رفت که ناگاه طوفان باد بر دریاچه فرود آمد به حدی که کشتی از آب پر می شد و ایشان در خطر افتادند پس نزد عیسی مسیح آمده او را بیدار کرده گفتن استاد استاد داریم هلاک میشویم پس برخواسته و تلاطم آب را نهیب داد تا ساکن شد و آرامی به وجود آمد پس بدیشان گفت ایمان شما کجاست سالی که امروز برای کلیسای این عصر مطرح است برای همه ما تک به تک اگر میگیم در مشکلاتیم اگر میگیم در شرایط خاصی هستیم اگر فریاد میزنیم خدا تو کجایی کجاست این رحمت خدا قبل از اینکه جواب این سوال رو بشنویم باید جواب سوال خدا رو بدیم و اون اینه که اسم ما را صدا میزنه و میگه سپر ایمانت کجاست من میگم خدای تو کجایی میگه اول جواب من رو بده بردار جهان خار نسرین ایمانت کجاست کلیسای ایرانی در این عصر خیلی خواسته داره و خیلی دعا داره شما خواهران عزیز بیشتر از مردان اهل دعایید خدا برکتتون بده و سوال دارید خداوندا کجایی و خداوند میگه اول جواب من رو بده ایمان تو کجاست خاطرم از یک وقتی هماجان به من یک لیستی داد و من هم با عجله چون کار داشتم دویدم رفتم فروشگاه و این کارت رو گرفتم زنبیل رو پر کردم تمام چیزهایی که لیست داده بود گرفتم روز شلوغی هم بود روز شنبه بود و صف طولانی بود چیزی حدود شاید چل چل و پنج دقیقه در صف ایستادم و بعد رسیدم اون جلو و اون خانم دونه دونه اینا را اسکن کرد و با خوشحالی گذاشت کنار و از آخر قیمت رو به من گفت و من هم دست کردم تو جیبم که پولش رو پرداخت کنم حالا صف طولانی است و هرچی گشتم دیدم کیف پولم رو نیاوردن یعنی من یک ساعت و نیم گشتم اینا رو پیدا کردم تو صف ایستادم رسیدم اونجا و حالا میخوام پرداخت بکنم و از خودم میپرسم جلیل کیف پولت کجاست و با شرمندگی به اون خانم گفتم کیف پولم رو جا گذاشتم و اومدم نشستم تو ماشین خب مردم هم چپ چپ به ما نگاه کردن و اومدم که را بیفتم دیدم یه ماشین پلیس همون جلوه گفتم حالا اینو درستش کن من جوای هم با من نیست چون تو کیف پولمه یه نیم ساعتی هم نشستیم که اون آقای پلیس هم بره و بعد با ترس و لرز اومدم خونه چیزی حدود سه ساعت وقت من تلف شد چون کیف پولم رو جا گذاشته بودم امروز میخوام به شما بگم خواهر و برادرم این بزرگترین سوال در هر بحرانی در هر شرایطی که ما با اون درگیریم و خیلی خوبه یعنی من از اون روز به بعد توبه کردم و قبل از اینکه جورابامو پام بکنم چفش بپوشم اول کیف پولم مطمئنم که تو جیبمه. چون میدونم که مصیبتی است و من میخوام دعوتتون کنم هر روز صبح که بیدار میشید همه ما همه ما قبل از اینکه از رختخواب پایین میایید و به همسر گرامی به فرزندان میخواید سلام بکنید اول مطمئن باشید با ایمانتون بیدار شدید هللویا از رخت خواب و تخت خواب با ایمان پایین بیاید مطمئن باشید و از خونه با ایمان بیرون برید قبل رابطه قبل تصمیم قبل حرف زدن قبل رفتن به کلیسا قبل رفتن به مهمونی حتی قبل از اینکه برید این شوهای قربد دات کام و این کم... نمیدونم کنسرت ها میخواید فامیل زن فامیل شوهر رو ببینید اصلا میخواید با همسر گرامی بشینید عاشقانه صحبت کنید چایی نوش جان کنید اول مطمئن باشید ایمانتون کجاست شاید بزرگترین نیاز امروز کلیسای ما نشاید بلکه به یقین همینه که ایمانت کجاست و به این صحنه نگاه کنید که این یک طرحیه که اگر شما با عیسی مسیح هماهنگید اگر شما با طرح آینده زندگی خودتون هماهنگید اگر شما رؤیایی دارید اگر شما برای بهتر شدن برای زیباتر شدن برای سعادتمندتر شدن اگر برای موفقیت ترهی دارید شما ناگزیرید که از دریای مواج و طوفانی عبور کنید شما باید به کناره دیگر بروید و ایسای مسیح در طرح بسیار شگفتانگیزش اون شب این رو میگه عزیزان اینجا زمان تعلیمه اینجا زمان کنفرانسه اینجا زمانیه که برادر خواهر بیاد موعظه کنه اینجا زمانیه که تعلیم بده اینجا زمانیه که مشارکته ولی اگر تو موفقیت میخواهی اگر تو تحقق رؤیاهایت را میخواهی تو باید به کناره دیگر عبور کنی تو باید به لول و سطح دیگری عبور کنی و برای عبور از این سطح به سطح بهتر و عالی تر رسیدن به سرزمین بعده های خدا و تحقق اون بعده ای که خدا فرمود به سرزمین کنعان به سرزمین وعده میخواهید برسید باید از دریای سرخ باید از دیوار عریها باید از رودخانه اردن عبور کنید چند نفر موافقت با همینش دست رو بلند کنید بگیم آمین باید عبور کنید باید عبور کنید و این دریا همیشه مواجه دریای جلیل آبش سطحش پایینه و کوههای اطراف سطحش بالاست آن برودت و این گرما میزنه به تیپ همدیگه و طوفان به وجود میاد مثل آبهای کارادا که سرده و خلیج مکزیک که گرمه اینا میان توی شهر ما دعواهاشون رو اینجا میارن اینه که ما همیشه گردباد داریم همیشه طوفان داریم همیشه اوکلاهوما تگزاس گردباد داره چون گرما و سرما به هم دیگه میخوره میخوام به شما بگم در دنیایی که زندگی میکنیم ارزش های گرم خدا و سرمای گناه ناعتاعتی انسان با هم برخورد میکنه و این دریا طوفانیه اسمشو بذارید جنگ خابر میانه اسمشو بذارید جنگ اقتصادی اسمشو بگذارید مشکلات فرهنگی مشکلات قربت هر اسمی روش میگذارید شما اگر به هر کجا برسید برای کناره دیگر باید از دریای طوفانی عبور کنید اگر از یک قله میخواید به قله دیگه برید باید پایین بیاید و یک دره ای را تجربه کنید و شاگردان شروع میکنن به سر و صدا حالا خوب دقت کنید به این صحنه دنیا رو آب میبره خداوند ما رو خواب برده رفته عقب کشتی گرفته خوابیده آقا ما داریم حلاک میشیم مسیح جان کجایی؟ مسیح چار انجیل کجایی؟ مسیح وعده ها مسیح کلمه خدا نور خدا روح خدا شاه شاه و رب بلرباب. یه ما فریاد زدیم دنبالت افتادیم آقا در ایران بودیم آقا در ترکیه بودیم آقا به کشور دیگه رسیدیم آقا به اینجا رسیدیم خدا بابا بیامرز من تو دست انداز افتادم آقا گذشت دوران ما اصل ما الان افتادیم توی مشاجره ما الان زدیم به تیپ هم آقا ما امروز تو دریاییم طوفان داره میاد موجها توی کشتی ما و داره کشتی رو غرق میکنه خدا کجایی خدا در این سالهای قربت در این سالهای ظلم در این سالهایی که مادران داغدارن پدران کملشون تا خم شده سرشون شکسته دست خالیه کجایی خدا این جوانی که نمیتونه ازدواج کنه و به خاطر این بیچارگی و این معزل به ازدواج سفید به سیغه کردن به خیانت کردن به زنا کردن به شوگر ددی و شوگر مامی پناه برده خدا تو کجایی نسل فردای ایرانی بچه های نسل فردای ایرانی یا سیغ زاده است یا شوگرددی است یا شوگر مامی زاده است یا روابط لجام گسیخت زاده است خدا کجایی تا گردن توی منابع طبیعی تو نفت تو ثروت تو امکانات قرقیم اما بالاتر از سرمون تو بدبختی و فقریم کجایی کشتی داره چپ میشه آقا ما داشتیم نون و ماستمون رو میخوردیم قایقمون کوچیکمون رو داشتیم ماهی بونو میگرفتیم تو گفتی بیا از عقب من آقا نو کردم من دنبال تو افتادم ما تو باجگاه نشسته بودیم رقمهای نجومی اختلاس میکردیم تو گفتی بیا از عقب من قربونت برم جای جاش که رسیده که من دارم تا اینجا غرق میشم تو کجایی و این فریاد میلیون ها ایرانی است این فریاد میلیون ها مهاجر است این فریاد میلیون ها پناهنده و آواره است و این فریاد این نسل است و این فریاد زن و شوهری است که به نقطه آخر رسیدم عجیبترین طلاقی که دیروز شنیدم مرد 94 ساله زن 82 ساله شو طلاق داد آقا چهار روز دیگه سب میکردی تموم بود دیگه 94 ساله خدا کجایی خودتون دنیای بلبشور کجایی من حق دارم این سوالو رو بکنم چون تو مرو دعوت کردی تو مرا خواندی تو مرا برگزیدی تو گفتی فالومی تو گفتی بیایید نزد من الان تو این سر بزنگا کجایی و خدا سوال میکنه با لبخند با آرامش به تمام این افراد به تمام این دردمندان ایمانت جاست من بچم رو به شما سپردم آقای جهان بر رفتم سفر اومدم میگم بچم کجاست من خونم رو به شما سپردم فرس سریا رفتم سفر برگشتم دارم سوال میکنم منم سوال میکنم خونم کجاست چیزی که من به تو دادم کجاست خواهر من کلید رو به شما سپردم کجاست کلید من کو و اینجاست که من باید بیستم و فکر کنم ایمانم کجاست من کجا ایستادم تو این رابطه من کجا گم کردم ایمانم رو من اون ایمانی که به خاطرش سینه سپر می کردم به خاطرش تو روی اجدادم نیاکانم ایستادم و تو لطف کردی و این ایمان رو به من دادی من ایمان رو چی کارش کردم خواه بردارم از خودت سوال کن برادر سوال کن بگو من ایمانم رو چیکار کردم من با این ایمان چیکار کردم فیلیپیان باب یک آیه بیست و میگوید این ایمان عطیه خداست میتونید با من تکرار کنید همه همه با تکرار کنید دستور بلند کنید بگید این ایمان عطیه خداست آمین آمین عطیه خداست خدا به شما عطا کرده فیلیپیان باب یک آیه 29 میگه به ما عطا شد تا به او ایمان بیاری و من این آیات رو بر شما می نمیس... بیاد میارم کلام خدا اینطور میگوید یوحنا باب یک آیه 12 رو یادداشت کنید سری این آیات رو یادداشت کنید یوحنا باب یک آیه 12 میگه به شاگردان این ایمان رو داد تا تا شاگرد یا فرزند خدا بشن این قدرت رو داد داد عطا کرد هدیه کرد تا فرزند خدا بشن متا با به ده آیه یک رو بنویسید میگه به شاگردان قدرت داد قدرت عطا کرد که روحهای شریر را بیرون کنن داد عطا کرد متا بابه 16 آیه 19 رو بنویسید به شاگردان کلیت های موت و حیات را داد داد هدیه کرد متا 17 آیه 20 بنویسید بینویسید متا 17 آیه 20 میگه به شاگردان ایمانی بخشید که کوه ها رو بتونن منتقل کنن به اندازه دانه خردل گفت اگر از این استفاده کنید کوه ها رو منتقل میکنید داد عطا کرد متا 21 آیه 22 رو بنویسید. میگه به شاگردان بعد داد هرچه به نام من به آن را دریافت می کنید داد عطا کرد و امروز حق قانونیشه حق طبیعی خداست قدرت دادم هدیه دادم جان دادم نجات دادم تمام راه رو مهیا کردم کلیدهای تمام درهای بسته رو به تو دادم اقتدار دادم که اگه ببندی در آسمان بسته میشه اگر بکشایی در آسمان گشوده میشه امروز آقای جهان امروز آقای سپر امروز باعث امروز معلم امروز کلیسا امروز خواهر امروز برادر ایمانت کجاست کجا گذاشتی چرا بدون کیف پولت رفتی خرید کنی ایمانت کجاست بگردید امروز به نام ایسای مسیح بگردید امروز ایرانی خانه تکانی کن امروز برادر و خواهر کلیسا خانه تکانی کن امروز چراغ برافروز امروز جارو کن مانند آن زنی که سکش گم شده است باب پونزه انجیل لوقا و سکه گم شده و ایمان گم شده و اقتدار گم شده و کلید گم شده رو پیدا کن بلا میسایی است پیداش کن اصل ماجرا ایمان است میخوام محبت کنم ایمان تو پیدا کن نمیتونم ببخشم ایمانت رو پیدا کن نمیتونم جلو شوهرم کوتابیام ایمانت رو پیدا کن نمیتونم جلو زنم کوتابیام ایمانت را پیدا کن نمیتونم ترک کنم ایمانت رو پیدا کن ایمانت رو پیدا کن نمیتونم بخندم نمیتونم شادی کنم نمیتونم لذت ببرم نمیتونم آروم بشم نمیتونم الکل نخورم ایمانت را پیدا کن پتروس ایمانت کجاست یوحنا ایمانت کجاست ایمانی که من به تو دادم بو آقا من که به شما دادم چی کارش کردی این حق خداست که سوال کنه و اگر شما جواب این رو پیدا کردید هللویا همه درها باز میشه همه طوفان ها آروم میشه همه دیوارها فرو میریزه همه غم ها به شادی تبدیل میشه چون همه اینها در پشت در بسته ای است که کلیدش رو خانم تو گم کرد و حالا داری نق میزنی و حالا داری نق میزنی برادر عزیزم اگر من در فروشگاه که کیف پولم رو جا گذاشتم نق بزنم همه به من میخندن میگن جنسایی که میخواستی رو انتخاب کردی میگم بله میگن همه رو پیدا کردی میگم بله میگه آوردی میگم بله میگه کیف پولت کو بعد من شروع کنم به انتقاد کردن آقا این چه سبیس؟ آقا این چه فروشگاهیست؟ آقا این چه مردمیست؟ بابا کیف پولت کو؟ پولت کجاست؟ و وقتی شما به زنتون نق میزنید به شوهرتون نق میزنید به زندگیتون نق میزنید خدای نکرده دور از جون روم به دیوار بلا نسبت به ریخت مبارکتون تو آینه نق میزنید خدا میگه ایمانت کجاست کلیدت کجاست من آرامش میخوام پشت دره من امنیت میخوام پشت دره من لبل دیگه سطح دیگه عشقی تازه مسحی تازه میخوام ایمانت کجاست پشت دره کلیدتو پیدا کن همه چیز جاری می شود تا اینجای موازه موافقت برم بگیم آمین دستون بلند کن ببینم موافقید واقعا آمین هللویه از اینجای داستان بد نگاه کنید ایمان کجاست بد با هم دیگه امروز ایمان رو پیدا کنید هللویه شاگردان چی رو دارن میبینن پیش رو پیش رو چی می بینن؟ موج پیش رو چی می تجربه میکنن انباج غرق شدن کشتی دریای طوفانی ایمان کجاست اقتدار کجاست شیر سبت یهودا کجاست عقب پشت سر دو هزار سال پیش روی صلیب روی جلجتا؟ اون ایامی که تعمید گرفتی تو اونو جا گذاشتی تو ایمان رو در زمان تعمید جا گذاشتی سالها بعد از ازدواج زنها مردها میزنن به تیپ هم چرا؟ چون عشق را در دوران تینیجریشون جا گذاشتن پشت سر لبخند آرایش بزک دزک ریش زدن کرواز زدن رو تو همون شب عروسی جا گذاشتن الان با بوی پیازداغ و بیجامه را میرن الان دیگه بلش کن او میشه بابای بچه ها اینا میشه ننه بچه ها چرا به سر وزد نمیرسی آخه بیرون نمیخوام برم که تو خونم برای فتولا بوی پیازداغ بیجامه برای اقدس خانوم شکم برامده تومون زیر پیرانی ریش تا اینقدر اما وقتی میخوای بری سبزی فروشی به هفت قدم خودتو آرایش میکنی آرایش کجاست تو شب عروسی جا مونده لبخند کجاست چشم ماهو در میارم جای اون چشات میذارم کجاست اونجاست اونجایی که میخواستم مخ بزنم دم دبیرستان اونجایی که یه دونه ماتیک و چهار تا دختر میخریدیم پدر صاحب بچه بچه ها رو در میابردیم اونجاست ها اونجاست اشبه ها اونجاست احساس ها اونجا جا گذاشته شده و عین همین که خندیدید میخوام امروز بگم ایمان اعتماد عشق پیوستگی دلدادگی هیجان اعتراف نیکو توی زمان تعمید جا گذاشتیم برگرد 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 به عقب کشتی برگرد به عقب زندگی برگرد به جلجتا او هنوز زنده است او هنوز سر پاس او هنوز ایستاده است پس چرا خوابیده به دو دلیل به دو دلیل یادداشت کن یادداشت کن چرا خدا سکوت میکنه سال هست داره ایرانی فریاد میزنه خدا و خدا سکوت کرده در عقب کشتی به دو دلیل دلیل اول خدا میخواد به تو نشون بده یاد بده که در توفانهای زندگی که در امواج زندگی که در شرایط بد این زندگی اقتدار خدا قادر است آرامش خودش را حفظ کند و بخوابد و امنیت داشته باشد و اگر تو در مسیح هستی تو میتونی در چاه شیران آرامش را اگر پتروس باشی تو میتونی در زندان فیلیپی هیرودیس آزادی را اگر شدرک و میشک باشی که در مسیح باشی در کوره آتش نبوکت نصر امنیت را لبخند را اعتراف مثبت را دوباره تجربه کنی این دلیل اوله و دلیل دوم دلیل دوم خیلی مهمه دلیل دوم اینه که پتروس یوحنا شاگردان کلیسای ایرانی نسل امروز کلیسای مسیحی ایرانی یا غیر ایرانی تو باید یاد بگیری همیشه خدا عمل نمیکنه خدا سهم خودش رو داره سکوت خدا برای فریاد توست کار نکردن خدا برای وارد صحنه شدن توست خدا سهمش رو انجام داده کارستون کرده گلستون کرده بر صلیب رفته مرده قیام کرده شفا آورده اقتدار آورده بیداری آورده نجات آورده خدا سهمش رو کامل انجام داده است باب دو کتاب پیدایش اینطور شروع میشه و خدا از همه کار خود آرامی یافت باب دو فصل دو پیدایش خلقت انسان زمان به صحنه آمدن من و شماست آبین چرا خوابیده؟ چون کارشو انجام داده کار نیمه تمام نداشته تاریک بود روشن کرد نبود را بود کرد توهی بود پر کرد بی فرم بود فرم داد شکل داد کارش رو به نه و احسن انجام داد امروز کاری نداره خدا بکنه خدا امروز ایستاده جهان بیاد تو صحنه سپر بیاد تو صحنه دختر بیاد تو صحنه پسر بیاد تو صحنه سهم خودش رو انجام بده ولی ایمانش رو گم کرده و من به شما میگم برگرد برگرد به عقب برگرد به زمانی که قلبت رو برای اولین بار به ایسای مسیح سپردی برگرد به اون جایی که دعای توبه خوندی اعتراف کردی ایمان آوردی کلید اونجاست و خدا رو شک میگه به نزد عیسی رفتند و او رو بیدار کردند و گفتن خداوندا داریم ملاک میشیم برخیز به ما کمک کن و ایسا رو تو زندگیشون فعال کردن دعوت هم اینه اگه میخوای کلیدتو پیدا کنی ایمانتو پیدا کنی ایسا رو دوباره تو زندگیت فعالش کن آمین اگر میخوای ازدواجت مبارک باشه این دختر رو این زن رو که مادر بچهاته همون گرفرندش کن برگردونش به دوران گرفرن بوی همین پسر میدونم موهاش ریخته میدونم هیکلش به هم ریخته میدونم دندوناش تلایی شده همین پسر رو برگردون همین مشقاسم رو برش گردون به همون بوی که براش لح, لح میزدی ناخون میجویدی تلفن دزدکی میکردی ها؟ گوشه چشم نگاه میکردی کردی گل مینداختی دستمال مینداختی برگرد به همونجا برگرد ایسا رو فعالش کن عشق رو فعالش کن خدا برخیز خداوندا برخیز ای سعادت برخیز رهایی برخیز نجات برخیز اقتدار داریم حلاک میشیم و این هلاکت طرح قسم خورده شیطان است او آمده است تا بدزدد تا بکشد تا هلاک کند استفام نداده مرخصی هم نرفته تغییر جنسیت و ماهیت هم نداده است او آمده است تا هلاک کند و خیلی جالبه دقت کنید به این کلمه دقیقا اون کلمه ای که در یوحنا باب ده آیه ده برای هلاکت به کار میبره شاگردان در انجیل لوقا در انجیل مرقس در انجیل متا در کشتی به کار میبرند در واقع میگن عیسی ما افتادیم توی طرح شیطان طرح تو حیات جاودانی بود طرح تو آزادی بود ما الان افتادیم توی طرح شیطان ما داریم حلاک میشیم امیدمون دزدیده شده شادیمون دزدیده شده احساسمون مرده روحیمون مرده اعتمادهامون مرده ما مرحله آخریم آقا ما داریم حلاک میشیم و عیسی مسیح بلند میشه چون تو بلندش کردی چون تو کلید تو پیدا کردی چون تو ایمان تو پیدا کردی چون تو در قلبت رو باز کردی و او داخل شده و حالا با تو شام میخورد و او فرمان میدهد ای باد ای طوفان ای مشکلات ای مسائل امیگریشنی ای مسائل زناشویی ای اعتیاد ای نتونستن ای هرچه مانعی هستی خاموش شو همانویا فرمان میده بیزنس خدا جواب دادن به ایمان شماست نه به آرزوی شما خانو نه به اشکای شما نه به گریه شما نه اینکه به سینت بزنی نه اینکه برادر عزیز به سرت بزنی نه او فقط به ایمان شما جواب میدهد ایمانت کجاست یعنی چی؟ یاد داشت کن ایمانت کجاست یعنی انگیزه ات کجاست امین 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 میدونی می چرا اون روز این دختر برات چلگیسو بود؟ انگیزت هرمون ها بود زده بود به مخت به سرت این شده بود چلگیسو انگیزه رو از دست دادی ایمانت کجاست تو کلیسا انگیزت کجاست ایمانت کجاست یعنی رؤیایت کجاست رؤیا تو گم کردی رؤیا رو گم کردی رویایی رو نداری جنس مخالف داشتم میخواستم پیدا کردی میخواستم ازدواج کنم کردی بچه میخواستم داری خونه میخواستم گرفتی مهاجرت میخواستم هم دیگه انگیزه نداری دیگه رویا نداری رویا مرده اینه که طوفان ها رود قلبه میکنه در حالی که شما دعوت شدید که نه توی طوفان ها بلکه بر روی آب ها راه برید شما دعوت شدید که نه توی دریا غرق بشید بلکه از وسط دریا دو میلیون نفر جلوی چشمه فرعون و 600 عرابه جنگیش بر خشکی راه برید این دعوت شماست رویات کجاست من می میکنم خواهش میکنم در این هفته بیستید بگید انگیزم کجاست رویام کجاست و سوم دلیلت کجاست بعد برم کلیسا به چه دلیل دلیلت رو پیدا کن باید کتابیم دلیلت رو پیدا کن باید محبت کنم دلیلت رو پیدا کن باید به این زوم برم دلیلت چیه و چارم ایمانت کجاست یعنی قدرت عمل کردت کجاست کاربردت چیه خداوند گفت من نورم خداوند گفت من نمکم خداوند گفت تو شاگردی خداوند گفت تو تنهی تو شاخی خداوند گفت تو سفیری خداوند گفت همکاری خداوند به من گفت تو زمین زراعتی خداوند به من گفت تو گوسفند گله خدا هستی خداوند به من گفت تو پسر منی تو دختر منی تو فرزند منی تو سنگ تراشیده قصری خدا همه اینا رو گفت کاربرد اینا چیه ایمانت کجاست یعنی کاربردت کجاست فیض خدا با شما باشد امیدوارم این پیغام باعث نه فقط تشویق بلکه باعث جراحی همه ما بشود به نام عیسی مسیح بریم در این فصل پاییز قبل از زمستان قبل از فرارسیدن رسیدن کریسمس پیدا کنیم انگیزمون رو رؤیامون رو دلیلمون رو و کاراییمون رو یعنی ایمان شما خیلی هم دور نیست عقب کشتی چرا عقب کشتی است چون فرمان کشتی در عقب ماشینا از جلو فرمون دارن کشتی ها از عقب ایسا بر در فرمان زندگی شما خوابیده است اونو بیدارش کنید فرمون رو بده دستش باد بادها طوفان ها ناراحتی ها همه خاموش خواهد شد و تو و من به کنار دیگر خواهیم رفت و تو و من از مصر به کنعان خواهیم رفت در نام پرجلال شاه شاهان رب و عیسی ایسای مسیح خداوند شیر سبت یهودا برم بگیم آمین خدا برکتتون بده